در رتبه پنجم باکس آفیس این هفته فیلم ایستاده در غبار محمد حسین مهدویان با 8 هفته اکران 1 میلیارد تومان و در هفته گذشته 117 میلیون تومان فروش داشته. دروغ میگی؟ مردم اینو شما باید بدونید. کجا میره این پولا؟ در رتبه چهارم فیلم دراکولا با کارگردانی رضا عطارانه که با 5 هفته اکران 3 میلیارد تومان و در هفته گذشته 240 میلیون تومان فروش داشته. یا خدا لایک کرد. همه رو لایک میکنم. شبیه 1000 نفر رو لایک میکنم. دراکولا. من و سوسن آخرین بازمانده‌های خانواده دراکولا هستیم. دو تا دوست به اسم ولادیمیر و جاناتان با خانواده‌شون به ایران اومدن. من پسر جاناتانم و سوسن دختر ولادیمیر. دراکولا. سر اینا رو به من میگین آقا. شلوارتو در بیار. آقا رحم کن آقا. آقا کی باشن؟ به به. کارات باز زنم که داریم که. خونت آلوده است اساسی. تو مگه نگفتی گذاشتی کنار؟ درست مصرف کنی. قاعده مصرف کنی. هر کاری میکنی هرز نرید. هرز نکشی. تو نیورد اینجا خونشو بخوری؟ این چیز خوبیه. علمم همینو میگه. ببین 20 ماده توشه. این تقویت کننده است. تنها راهش اینه خودش بخواد. جفت کرد مغزم. جهازی دود بگی. پردیس کوروش میزبان سومین فیلم رضا عطاران سوپر استار مشهور سینما در مقام کارگردان هستش. همونطور که فکر کنم مشخصه ما توی کوروش دراکولا فیلمی از رضا عطاران به زودی در سینماهای سراسر کشور. در رتبه سوم فیلم دختر به کارگردانی رضا میرکریمی با 6 هفته اکران 1 میلیارد تومان و در هفته گذشته 333 میلیون تومان فروش داشته. سلام، حال شما خوب است؟ چیزی شده؟ برو تو اتاق لباس در عوض کن، همه مهمونم. میشه گوشیه بدیم به خودش؟ سویلا خونه. به همه دختر رو زنگ بزن. تمام دخترایی که دیروز تو کافی شاپ بودن. ببخشید. آقایی که اونجا نشستن مدیر کافی شاپ. پسره چی میگفتی؟ پسره؟ پسره کیه؟ فرهاد. بایستیم ستاره بیام. ستاره امشب نمیاد. تو هیچ اشتباهی نکردی تو زندگیت؟ اه هیچی پشیمون نیستی؟ آه؟ ستاره کجا؟ چی میخواستی بگی؟ خب حرف بزن باش. بش بگو یواشه که با ما حرف بزنی. بش بگو چرا خاص کارات رد میکنی. بش بگو. خب میخواستم بگم شما میذارین ما برام مهمونی؟ من به نظرم آدم باید جایی بره که آزادی باشه. کجا بره که آزادی باشه؟ واسه چرف کارمون منو میگیرن جریمه هم بگنه اسمش آزادی. سکوت قلب تا بشکن و برکن نظاری فاصله بیشتر از این شه. نمیخوام مثل گذشته که رفتی دوباره آخر قصه من این شه. فرهاد اصلانی، مری لازاری، ماهور اول. دختر، فیلمی از رضا میرکریمی.
و اما در رتبه دوم باکس آفیس این هفته فیلم زاپاس به کارگردانی برزون نیک نژاد با 5 هفته اکران 3 میلیارد تومان و در هفته گذشته 610 میلیون تومان فروش داشته. همه چیز خوب بود جز رعد و برق، مخصوصا که بزن و بارون نیه. کی به این بچه بگم صبر کن صبر کن؟ من بچه خودم بهتر میشستم داوود خان. این هر کار میکنه واسه خاطر نعناس. یا خود شده جلو توپ تیکه و پرکت واسه کی بود؟ واسه خاطر نعنا بود دیگه. عوضش اسمش افتاده سر زبونا. اگه امروز تو مردونه بودی میدیدین که همه دارن رفاق آزادتون تعریف میکنن. آقا خب زشت داماد شل بیاد سر مراسم عقد، اون وقت مردم چی میگن؟ من یه جمله راجع به زاپاس بگم چون اینجا اکرانش گذرونده. زاپاس فیلم خیلی خیلی کوچولوی بی ادعای حتی گاهن تلویزیونیه، اما شوخی میکنه و شوخیش کاملا قابل تحمله. من شخصا فکر میکنم تو این لحظه نمیدونم در 12 تا فیلم دیدیم دیگه حداقل، همچنان زاپاس بهترینه. یعنی میشینیم میبینیم به اون توهین نمیشه، احساس نمیکنیم حرف بزرگی داره میزنه و ما زیر اون حرف خم بشیم مستقل از اینکه سینما نباشه. زاپاس این کارو نمیکنه. بازی خوب جعفری و بازی خوب جواد عزتی فکر میکنم، نه من چون تو این جوانا یه خود اسما رو خوب بلد نیستم، خوبن. عشق کوچولویی توشه و سرگرم میکنه، اذیت نمیکنه. یعنی شاید تنها فیلمی که من اذیت نکرد اون جشنواره اون بود. و بالاخره پرفروشترین فیلم هفته گذشته بارکد به کارگردانی مصطفی کیانیه که با 8 هفته اکران 8 میلیارد تومان و در هفته گذشته 803 میلیون تومان فروش داشته. لودر باشه صاف کنه بره جلو. بکن پا تو محکم روی زمین و باس، اینجا تازه اول مسیر روی پاس، انتهای این مبارزه برد با ماست. بچو وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، محکم روی زمین باس، بکن اول مسیر روی پاس، بمون انتهای این مبارزه برد با ماست. بچو وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم، بعدش واسه فردا ماکت بچینم، میرم جلو جای این که ساکت بشینم، ادامه میدم تو وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برف. بس له شدم وقتی باید قنچه میدادم، توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردان فرجه میدادم. ببین من یه پا پرچه میلادم، ادامه میدم. چه اتفاقی افتاده که یهو با این حجم عظیم فیلم درباره اختلاس، خلافکاری، بزهکاری؟ ما که داغ دیدیم، حالا شما رو نمیدونم بقیه فیلم سازا رو ما صدا میگیره چرا پخش نمیشه. سوال جدی رو نمیتونم جواب بدم. نه خب حالا معمولا سینما یه انعکاسی از اتفاقاتی که داره تو جامعه میفته دیگه. متاسفانه حالا این اتفاقاتی هم که اخیر افتاده و تو روزنامه ها و اینا به هر حال تیتر یک شده، مطمئنا توی داشتن همچین بسترسازی واسه قصه های اینچنینی تاثیر داشته. من خودم فیلمی رو ندیدم، من فقط بارکد رو دیدم. فکر نمی کنم که ماجرای اصلی فیلم ما قرار بوده بر اساس این مسئله اختلاس باشه. این کلاهبرداریه که حالا هر خلافی که میتونه حالا خلافهای دیگه هم جایگزینش بشه. فکر کردی خیلی سرنگی. مادر نزاییده کسی مشتریم پابلو رو به پرانو بتونه سرش کلاه بزنه.